مشروب خواری یکی از گناهان کبیره هست، یکی از گناهان کبیره است. به هر راهی که میدونی و میتونی باید جلوش رو بگیری. اگه به بزرگتری میگی اینشون رو نصیحت میکنید، اگر به کسی که میتونه حرفش در ایشون نافذ باشه، این رو ام الخبائث نامیدند. مشروب یعنی مادر همه پلیدی ها هست. خداوند در قرآن کریم میفرماید که از عمل شیطان مشروب خوردن. ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، میفرماید پلیدی هست، ناپاکی هست، پیسی هست، پلیده. لذا میفرماید که رجس من عمل الشیطان، هم میفرماید رجس هست یعنی نجسه، به عبارت دیگری از کار شیطان هست، از اعمال شیطانه. شیطانه که اینو القا میکنه به شما. کاری که شما میکنید و مشروب میخورید در واقع اطاعت از شیطان کردید و در رضایت اون داری قدم برمیداری. فاجتنیبوه، خدا فرمود از اون به شدت دوری کنید. و در آیات دیگری خداوند فرمود شیطان میخواهد که به وسیله قمار و مشروب خاری در بین شماها عداوت و دشمنی و کینه و کدورت ایجاد کنه. ببینید این مشروب خاری باعث شده که بین تو و همسرت این اختلاف بیفته، ناراحتی پیش بیاد، همچنین تأثیر اون بر خانواده. چه بسا در حالت مستی خیلی کارهای بد بکنی و خودت نمیدونی. و لذا اون کسی که مشروب میخوره 40 روز نماز اون قبول نیست، طبق روایت و احادیثی که نقل شده است. سریعا توبه کنید و دست بکشید از مشروب خواریتون. وظیفه شما نصیحته. به عنوان همسرشون به شما میگم که ایشون رو نصیحت کنید، کمکش کنید که ترک کنه، اونو بر حذر بدارید، هر وسیله‌ای که میتونید که ایشون رو وادار کنید به این که دست از این کار بکشه. وسیله مشروع میگم، نه اینکه کاری بکنید که خدای نکرده کار نامطلوب و نادرستی. ایشون رو باز دارید از اینکه مشروب بخوره. و در نهایت اگه دست بر نداشت، شما مخیر هستی از اینکه با ایشون زندگی کنید یا ازش جدا بشید.